دیدن اصغر جون و اصغر جون سفارش هایی به هم داده، یعنی با اصغر جون عباس از اینو دوست داره چاخ شده بدر شده رو بکن منبرش کنید من چاخ شده من درود بر شما دوستان عزیز، به ولاگ جذاب و دیدنی با ما خیلی خوش اومدید. من گفتم که اول ولاگ مامان بیام چند تا نکته رو بهتون بگم که بدونین و گیج نشید. حالا برای دوستانی که برای اول بار دارن این ویدیو رو تماشا میکنن، عمه من حدود چند سال پیش به خاطر بعضی از اختلافا از همسرش جدا شد. خب همسرش در کشور دیگه زندگی میکرد و به خاطر مریضی که داشت تصمیم گرفت که به ایران بیاد و ایران معالجه بشه، ولی متاسفانه وقتی که به ایران اومد حدود یه ماه پیش این بیماریش حاد شد و در بیمارستان بستری شد. بیماریش هم بیماری قند. بیماری قند بود که متاسفانه بیماریش حاد شد و تو ایران موندگار شد. و خب چون که فامیلای شوهر سابق عمه من بیشترشون خارج از ایران زندگی میکنن، برای همین همسر سابق عمه من فقط عمه من رو داره تو ایران و برای همین عمه من میره بهش رسیدگی میکنه و سوال خیلی دوستان بود که مگه همسرش رو فامیل و آشنایی نداره. این هم گفتم بهتون توضیح بدم و برای همین به ما گفتیم که عمه چون ما همسر سابق هم ندیدیم خیلی وقته، برای ولاگ بگیری ما هم ببینیمش و برای دوستان هم ولاگ بزنیم و دوستان هم ببینن، با اینکه من هنوز دلشو ندارم ببینم. آره بهش میگم برای همین من دلش ندارم و فکر نگم اصلا کنم ببینم و متاسفانه به خاطر این قند شدیدی که داشتن متاسفانه پاشم قطع کردن و حتی انقدر این موضوع حاد شده که دکتر حتی اجازه خوردن آبم نداده بشه، حتی بعد قرصاش هم با ماسک بخوره چون بیماری هایی که قند میگیرن قندش وقتی حاد بشه حتی آبم نمیتونن بخورن، براشون ممنوعه. گفتم اینا بهتون بگم و امیدوارم که خدا همه مریضا رو شفا بده دیگه. بریم با هم این ویلاگ رو ببینیم و همین. سلام به همه دوستای عزیز و مهربون، سلام به علی ارفان عزیزم، ایشالله که روز خیلی خوبی داشته باشید. من اومدم بیمارستان، ندارم در بیمارستان هستم، دارم میرم دیدن اصغر جون و اصغر جون سفارش هایی به هم داده، یعنی میوه خواسته، البته دکتر اصفت اجازه بگیرم، خیلی دلش خواسته، گفته یک کوچولو هم شده برام بیاد که خدا منم براش آماده کردم، حالا شما هم نشون میدم. این هم میوه هایی که اصغر جون سفارش داده، گفته براش امروز آماده کنم ببرم، ولی نمیدونم دکترش اجازه بده بهش بتونم میوه اینجوری بهش بدم یا نه. حالا گفتم دلش خواسته دیگه، گناه داره دیگه، به هر حال یه کوچولو هم شده دکتر اجازه بگیرم بهش بدم که یه ذره جون بگیره، چون هیچی نمیخوره، یک ماه و نیمه که هیچی به هیچ عنوان نمیخوره، فقط آب داره میخوره. اینجا بیمارستان شریعتی اصغر جون هست. سلام آقای یاری، خوبی شما؟ پس حتی تشکر بکنم با بحث زحمت هایی میگشید. خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. ایشالله خوب بشه. ایشالله، همه مریض خوب بشن. نباشه، من شما رو تختشه، منم دیشب پیشش بودم. بله. هوام بردم اشتباه کردم. حالا دکترشم امروز ببینیم. دستون درد نکنه، خواست از تو تشکر بکنی، خیلی زحمت. بله بله بله، مرسی، ممنونم از تو. خیلی زحمت میکشید. نه خواهشم، ما از شما ممنونیم. مرسی آقای یاری. اینجا اومدم که راه روی بیمارستان اصغر جون. اصغر جون چون خالیشه برزی بیمه دوست نداره، ضعیف شده، لاغر شده، دوست ندارم فقط صورتش به خون بگیرم و نیم برای براش دعا کنیم. برای هر مرزه برای اتاقه سلام
سلام به عزیزای دلم، امیدوارم که حال دلتون خیلی خیلی خوب باشه. ما امروز با فری جون و عمو عباس و با همسر جان اومدیم ایران مادی نهار بخوریم و بعد بریم روزمار که تازه استفاده شده. بفرمین تو رو خدا تعارف نکنی، ما شرمنده ایم که از راه دوره. توی همگی خواهی توی همه تو خواهی. خب عزیزایی که ما اومدیم روزمان، گفتیم امروز با ما باشیم. روزمان کجا میشه؟ میشه بقید مارزان تلیتا تو اتوبان همت. اینجا تازه باز شده، خیلی هم بزرگه، همه چی هم داره. اینجا قابلمه است، قابلمه فروشی. میریم الان بابا خب این همه دراس حالا میری قشنگه پاساژش. کجا؟ اما عباس و فریدون دارن میان، مثل این که یخچال میخواد. امرسانه؟ نه، الکتروسیله. این دو قلوها خوبه که ما گرفتیم، اینا رو گرفتیم. ما شما نمالی ها؟ نه اونم باز کنی؟ اصلا دیگه همه اینه کلی فریزرش جا داره. این خوبه مثلا شما همه فریزر رو بازم داری؟ نه یک سایت داری؟ دیگه ما باید بگیره همه فریزر بگاه؟ هر دوش میشه. چقدر 18 میلیون؟ 18 تومن یخچالشه، 22 خورده ای هم اینه بریزرش، جمعش در میاده چه نزدیک 4 میلیون. بگرم این بسمه بازه اندازه بزن، بگرم این دومه جا میشه. اون نمیخوره، این نمیخوره، دو قول میخوره، این خیلی بزرگه. هر وقت یک خواست یه تردو 65 عشق و لازم برقی، عشق و لازم برقی. سلام عشقای من، قربون همه تو برم من. قشنگه اینجا، بفرمایی. من مذارم این سه رو بفرمایی. این سه این سه بابا بازم دیگه هستم، بازم برای به یارو بگم آقا امیلش ما وقت دو بازه نزدیم دیوونه اتاقه خودش بهتر همه رو گفتن تا همون گفت فردان اون نمون شرکت فردان نمیدونست تو فوزی نه یه طبقه شه بایی قشنگه پاساژش لخی. آره ولی خب خلوت، شهر بازیش بالا بازه. نه آره کجا میرین شما؟ یه چایی به ما بدین آقای من، آقای منصور خواهی که یه چایی میریم. چایی میخوایی یا چیز؟ کافی. فرشی جان شما کافی نمیخوری؟ بپرسم آقای فکرم بالا ماره بازی باشه آقا فرشی شهر بازیه ها. آره چرا فودکورت داره؟ میخوای بپرسم بعد بده این بالا؟ نه بابا بیاییم بریم.
شما برو با رفیقتون، من پشتش. بذار من مثل اون اینجوری وایساده زخ کنیم نه یا این بگیرم اینجوری خوبه یه موده چی برعکس الان اینجوری پشتش کرد برشی زشته رو تا این من کن نگاه قهره قهری با ما اشنا الان با یک جمعون میزنم فرش جمعه آره اینجا فرشه یه طبقهش بکنم فقط فرشه فرشت تو اینجاست که؟ چی اینجاست باشه من؟ اه این اینجاست باشه من؟ بپرس چنده؟ کسی بستو؟ دیدی ما ایرانی ها یه چیزی میبینیم لنگه مال خودمون بپرسم چنده؟ اگه ارزون باشیم سرمون گفت مثلا کلا رفت آره گرون باشه میگه دیدی ما بردیم ببینید تو اینجا امروز بخری فرده بردیم او قسمت هم موقعی میبینی؟ اینجا هم شهر بازیه یه بولینگ بریم هشه دیه سکه بنداز یه دونه عروسک در چقدر؟ چهل هزار برم بگیرم شهر خانم شهر خانم کافیشا بس ببینیم بولینگش چجوریه بولینگ کیو جو بولینگ نمیشه نور میندازه نمیشه خیلی خوشگله آره اسباب بازیه اونجا هم که کافی شاپه باز این دوتا کجا ها دارم جانم خود سر به سر عباس بذاره آره خود اذیت کنه آره. خب ولی یه بار دیدن خوبه ولی آره. ایران مال قشن بهتره این آخه هنوز راه نیفتاده نه تازه تازه گفته بسم الله از اینجا ببین چی داره؟ گل صورتی داره آها گل صورتی ها نمیزده برم آرکان دوران یک خالی هایی میبرم من اینجوری میزدم الکی حالا فقط واسه فیگور یه بار تو لندن رفتم من گلی گوزم اینو تو با هم رفتم بعد تخ شد بعد برادرم میگفتش که اگه این مثلا دوربین چیز بود میگرفتم واسه تلویزیون پخش میکردن کلی بهتون پول میدادن خب اینجا میشین بخورم اونجا بکنم برای عکس فریده اما اقسام غذا ها رو داره نان کباب گشنی سالاد بار تهران قشنگ من آخه خیلی یا اینجا
ایران قشنگم. خدا با دنیا عوض نمی کنیم. من میخوام ایرانو. حاضر ایرانو با دنیا عوض کنیم؟ نه. شما چی؟ من نه. شما هم ایران هم که سفری هم اینه که هفت هشت روز برم، ده روز برم اونجا حاضر برگردم خونم. اینجا یه چیز دیگه است. فری تو چی؟ ایران قشنگم؟ خداییش ایران خیلی قشنگه. اگر اینا بهترین جاها رو تهران قشنگم بهترین جاها رو ببین. اون دریاچه رو نمیشه قد خوشگیره کجا؟ آره اونجا برم چیکار کنم آخه؟ من کاری از دستم برمیاد بلد نیستم، آدرسی هم اونجا بلد نیستم، نمیتونم تو پیک موتوری هم کار کنم. خواهد باید بری پیک موتوری کار کنی بودی پیک موتوری. یا اون که مثلا دیدی که عرفان گفت اگه اینجا سگ به گازت بگیره 10000 لیر میده. خب من که سگ از کجا گیر بیارم تپ تپ ما رو گاز بگیره؟ خب من میرفتیم سگام انگار یه چیزی میگرفتن شهرداری کار نداشته باشن. والا دیگه فرشید هی رفت پخش کرد چه خش کرد که یه هرچی فرشید پخ کرد این گاز بگیره اینو سگ نگاه میگیره. هیچ کارش نکرد اونها تو روحه. آتیش گرفته اون بالا. آتیش گرفته. بنده خدا. سوشی هم داره. اینم ساندویچاش خوبه. یه شعبهش هم تو عظیمی هست. با ما هست. یه دونم تو میرشهره. ایران مال بهتره؟ خب این آخه هنوز باز نشده. یادتون باشون اوایل ایران مال هم گفتیم اینجا چیه؟ یادتون نیست؟ اومدیم یونان چهار تا چایی بخوریم و بعد اینا چیه؟ اینا چیه ببخشید؟ یه بادوم زمینی ها هستن. آها بادوم زمینی ها هستن. اوکیه؟ نسو بودن هم؟ بله تر افتخار امروز با من داریم برمی برمی با اصلا عباس هایی دوست داره. ببینیم چه چیزی بابا هنو نخورده میگه دوست نداره. خودش 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 من اینو دوست داره. الان آقا که دوتایی بچه هایی ما اینجا خیلی عباس بگو خود نه دیگه تو بخوره دوست داشتن هم هست ولی که همین که هی میگه هی میخوره لاغر میمونه میخوره لاغر میمونه. خب همین جوری میگه صورتش خب همون دیگه عباس آقا اصلا با اشتها میخوره با نون میخوره. آره عباس آقا اصلا نمیترسه غذا ما همش میترسیم اینو بخوریم. الان چقدر کالری داره اینو بخوریم؟ داداش ایشون تو پله حاج آقا خدا بیامرد پدرتون چاق نبود؟ من به بابای هم. آره مامانتون رو خدا بیامرد. چاق نبود؟ چرا بی خودی چه اتونی؟ حرف میمارد آخه اینا با بابای شما زندگی کردن. من نبودم. مادر
خیلی بد که چاق شد. پدر شوهرم تو منبرش خیلی بد چاق شد و بعد دوباره سنش بالا. چطوره خوبه؟ بادوم زمینی؟ بایده یه ذره بخور اصل بادوم زمینیه. بگی من رو میام باز میخرم. نه با فرشید نقدر دستمالی کرده آدم چیز میشه خود. سوهانش خوشمزه. جوانم زدت تو؟ هایده زدی؟ آره من از داریم اگه کشم دهن من یکی دیگه بابا سوهانو هم رزدی بابا روانیه بدونم بشم من نرمال نیستم. ببین من به قرآن میگم میزنم ببینید من قلمونم بیانه من نرمال نیستم. به آخر ولاگ رسیدیم. انشالله که تنتون سالم، لبتون خندان، دلتون شاد. تا ولاگ بعدی خدا نگهدار.